بریم یه جنبندی سریع هم داشته باشیم از گفتار یک. تو این سر بچه نکته که خیلی مهم بود این واکنش تنفسی یاخته‌ای بود که بچه یه دونه گلوکوز با 6 تا O2 با 38 تا ADP و فسفات میشن 6 تا CO2 6 تا آب 38 تا ATP. ببین اینا که 38 تا یعنی 38 تا ADP 38 تا فسفات 38 تا ATP. برای اون که یادت بمونه که آقا آب CO2 اکسیژن 6ه، برای خودت میتونی مثلا کلک بذاری آقا مثلا 6 تا یا 6. من خدا شاهده اصلا بچه فوتبال نیستم، فوتبال هم نمیدونم، برای شما میگم که تو ذهنت بشینه که یاد بمونه اینا 6 بودن اونا 38. خیلی واکنش مهمیه بچه تنفسی یاخته. حالا ادامه بحثو بهتون گفتم بچه دفع CO2 برای ما اولویت داره نسبت به جذب O2 در شرایط عادی، یا در شرایط حادی که گفتم افت شدید اکسیژن داشته باشه اون میره ارجح میشه، اما حالت عادی دفع CO2 ما برای ما اولویت داره. چرا؟ چون CO2 بمونه با آب واکنش میده، کربن اسید pH میره پایین، pH بیاد پایین این کلمه خیلی مهمه، عملکرد پروتئین رو مختل میکنه که تو تست دیدید. بعد این فعالیت دوست داشتنی که بریم تو مول بلو میشه مثلا زرد فلان، میگه یاد بمونه دیگه بریم تو مول بلو آبی رنگه میشه زرد یلو میشه به خاطر CO2، آب آهک هم بی رنگمون میشه شیر رنگ. این نکتهش فقط تو این فعالیت مهمه. بخش عملکرد دستگاه تنفسی یادتون بمونه بخش هادی، بخش مبادله، بخش هادی هدایت کننده هست تا برسونه به بخش مبادله. در بخش مبادله نایجک مبادله داریم، بعد میرسیم به حبوبک ها. حبوبک ها اونجایی هستن که بحث تبادل گاز ها انجام میشه. حالا بخش هادی رو ما کامل مفصل تو کلیپ ها درس دادیم، الان وقت نیست، فقط کلی میخوام بگم که بچه این جمله مثلا خیلی مهمه، ابتدای مسیر ورود هوا در بینی، ابتدا اونجا پوست نازکی داریم که حالا مو داره فلان، نه در طول بینی، نه کل بینی. یادتون بمونه موجک نداره ها که تو دستام دیدی، این پوست نازک مو داره که بس حالا فیلتراسیون این کارا رو برام انجام میده. که اینم بازم بگم بچه روی این شکل تو ذهنتون بمونه، نای ناژه نایجک بافت پوشش استونه تگلر است که اصلا کاملا مشخصه دیگه، و موجه یا موجک دادن که بدونید بچه حالا این موجه یا موجک ها جنسشون پروتئینی که مثلا یه کارش هم اینجا داره میگه دیگه، مثلا این ذرات خارجی به دام انداخته ذرمانی میاره والا دیگه کامل برای دیدی میتونید خیلی بندازی بیرون که زشت قرد بده بره پایین، اونم زشت البته انجام ندین. یه نکته اینجا بهتون میگم، این سوالی که بچه‌ها میپرسن برای بحث گرم کردن هوا که میگه آقا شبکه وسیع از رگ‌ها، خیلی از بچه‌ها این اشتباه رو میکنن. من باز هم تاکید میکنم این شبکه از رگ‌ها کیان؟ موی رگن. آقا بچه رو میگه کتاب رگ، خب مگه موی رگ رگ نیست؟ اصلا داریم میگیم موی رگ، رگ مویی یعنی رگ که خیلی ریزه. اما ابتدای بحث موی رگ هم هست تو فصل چه خط اولش اصلا کتاب بده میگه آقا کوچکترین رگ های بدن بهش میگیم موی رگ، اونم رگ، حالا تو رگ حسابش نمیکنه ولی اون برای خودش دنیایی داره. پس موی رگ هم بدونید رگ، این که داره بهتون میگه شبکه وسیع از موی رگ ها هستن که اصلا بچه تنها رگ هایی که در بدن ما این ویژگی رو دارن با دیوارهای نازک یه سنگ فرشته تگلا یه قشه بوی دورش مورک های ما هستن. اینم پس تو تست مواظب باشین. بعد اومدیم بحث دوراهی رو مطرح کردیم که بچه بعد از گلو یه دوراهی داریم دیگه، کی جلوی کی عقبه. یادت بمونه حنجره ج داره جلو، حنجره ج جلو یاد میمونه، حنجره ج داره جلو بذارش بعد مری پشتش. حنجره هم کجاست؟ ابتدای نای دیگه، پس یاد بمونه نای جلوه مری پشت. همین الان بهتون گفتم دیگه ابتدای نای حنجره داریم که بچه حنجره کارهای مختلف بهتون گفتم باعث میشه که دهانه نای همیشه باز بمونه. اپیگلوت داره که اپیگلوته باعث میشه که تو هنگام بلق چیزی مواد غذایی وارد نای و اینا نشه که آسیب نبینه. این کامل کار به ما میکنه. حلقه غضروفی بچه در نای بهتون گفتم کامل نیست به صورت نعل اسبی. چرا؟ به خاطر اینکه خب این در تماس با مری دیگه، یه لقمه غذا میخوای قورت بدی اونجا برای همین مایچه صافه، اون مایچه صافه اجازه میده که این بنده خدا مری یکم گشاد کنه قوش بتونه این غذا رو هول بده بره پایین، برای همین حالت غضروفیش کامل نیست. اما بچه یادتون بمونه اون قسمت ها بعد از نای میشه دوتا نایجه اصلی. تو نایجه اصلی بچه حلقه غضروفی اون کامله، برای بیشترین استحکام تو مجاری هادی این داره نایجه اصلی. نایجه اصلی هن که دوتا انا نه کل نایجه های بدن، بچه یادتون باشه نایجه اصلی هن بعد خودشون منشعب میشن، یعنی که میگیم نایجه اصلی هن دوتا هن که بیشترین استحکام دارن و هر چقدر نایجه اصلی شما دور میشه به سمت نایجه اگنری استحکامشون میاد پایین، چون میزان غضروفشون دیگه دنفسان داره میزان غضروفشون میاد فاین. تو نایجکش که ها اصلا دیگه غضروف نداری. این قسمت هم خیلی مهم بود که بحث چالایی رو مطرح کردم که آقا از بیرون بخوای بیای بگی لایه بیرونی بافت پیوندی یا رشته کلاژن همه نکات بافت پیوندی رو داره، بعد غضروفی مایچه‌مون هست، غضروفیه رو میبینید و مایچه‌ای هم که میبینید در تماس با مری هست. یادتون هم باشه باز هم تأکیدن دارم خدمتتون عرض میکنم که این داستانی که داره میگه مری اینو برای کیو داره میگه؟ برای نایو میگه و این حلقه غضروفی مایچه‌ای هست، ولی تو نایجک مثلا بچه دیگه ما این غضروفیه رو نداریم، فقط دیگه مایچه. یعنی ببین چالایش میشه بیرونی برای مثلا نایجک، بیرونی دیگه میشه ماهیچه‌ای زیر مخاطی و اون مایچه‌ایش هم مایچه صافی که اینا سلولاش تکسته خود دیگه
ممزوج کن. ولی نای و نایجه قزروپی رو دارن، این قزروپی ماچایی هستن. بعدش زیر مخاط، در زیر مخاط بچه بهتون گفتم رکا و اعصاب رو دارین، رو شکلم کاملا میبینید که تو تست هم اومده قدرت ترشحی رو دارن. بعد مخاط میبینید که بافت پوششی هست که بهتون گفتم نوع چی استوانه ای تکلایه هست. بعد خدمت شما عرض کنم بخش مبادله شروع کردیم، بخش مبادله بچه نایجک از این نایجک انتای دیگه آخرین بخش بحث هادی مونه. وقتی وارد نایجک مبادله شدیم دیگه وارد بخش مبادله میشیم. نایجک مبادله و این کیسه هوبکی مجموعاً بخش مبادله ما رو می‌سازه. بهتون گفتم بچه این هوبکا میتونن به صورت منفرد باشن روی نایجک مبادله یا میتونن تو این خوشه ها باشن، تو این کیسه که مجموعه اینا میگیم کیسه هوبکی. به هر دونش نمیگیم، ما به هر دونش میگیم هوبک، به مجموعش میگیم کیسه هوبکی. خب بچه تو کیسه هوبکی یه سنگفرشی تقلایی بودن، آشغال دورش یه دونه قشای پایه بود. این بنده خدا این چیزایی که میگیم نداشت. آقا قشای موکوزی تو تست دادی نداره، موجک نداره، ماده مخاطی ترشح نمیکنه، موسین ترشح نمیکنه. آقا با کی از این دفاع میکنه؟ بهتون گفتم بچه در ساختارش که اینجا با هم میبینیم چی دارن، ماکروفاژ داره. این ماکروفاژهایی که براتون نشون داده اینها با عملیات فاگوسیتوز میان ذرهای خارجی که در رفتن تا اینجا اومدن و اینا فاگوسیتوز میکنن تا از بین بره. ولی این ماکروفاژها بچه جزء ساختار دیوار هوبک تقسیم بندی نمیکنه. یاختای دیوار هوبک هم بچه با دو دسته، یاخت نوع اول و نوع دوم. من بگم و خیلی بچه سوال می آقا یاخت نوع اول نوع دوم جفتشون پوششی ان و پوششی تکله ان و فکر نکن یکی دیگه است. ما چرا میگیم یاخت نوع اول نوع دوم؟ چون داریم تضاد میذاریم کنار، برای خودمون اسم گذاشتیم. میگه آقا اون نوع دوم اونایی که برای ما سورفکتان ترشح میکنن، ولی کلا خانوادگی پوششی تکله ان یادتون بمونه. ولی در مجموع اونایی که بچه یاخت نوع دوم برای ما سولفاکتون ترشح میکنن تعدادشون کمتره، معمولا هم اندازشون کوچیکتره. اینا مثلا ریزومجلسی دارن، مثلا یاخته سنگفرشی کوچولو مچولو دارن، ولی اغلب بزرگترن و سولفاکتون ترشح نمیکنن و تعدادشون هم بیشتر است. بعد اینجا میبینم چیزی جانمون مثلا بهتون میگه آه مثلا سولفاکتون که بدون از بعضی بدون یاخته نوع دوم. بعد تأکیدن یادتون میندازم که بچه اواخر دوران جنینی یادتون بمونه تو بعضی این زودسته 6 7 ماها بعضی هاشون بچا به زحمت تنفس میکنن، اینا به مقدار کافی سولفاکتان ترشح نشده، ساخته نشده. بدونید بعضی هاشون، نه همشون، بهتون گفتم 6 7 ماه داریم که الان خیلی هم سالم کافی درجه یک همه چی هم داره. بعضی هاشون، بعد اونم نه عدما، فکر نکنید که اونایی که به زحمت تنفس کردن اصلا سولفاکتان ندارن، نه به مقدار کافی ساخته نشده. آقا برای چی این کارو میکردیم؟ بهتون گفتم که تو هوبک وقتی اون لایه سطحی آبی که داشتیم ممانعت میخواست، قشنگ مثل بادکنک باد شه، که بهتونم گفته بودم یه بادکنک که برو آب فلان وقت نیست، این میماد که کاهش بده این کشش سطحی رو که راحت‌تر بتونه باد بشه، تبادل انجام میشد فلان داستان، حمل گازها در خون دیگه فیلمبردار دارن علامت میده. فقط سری بگم برای CO2 بچه چی بود داستانش. CO2 درصد کل میگم 7% محلول در پلاسما، 23% هموگلوبین، 70% بیکربنات. برای O2 97%. آقا این عددا رو قاطی پاتی میکنم تو ذهنم، چیکار کنم تو تست؟ آقا من الان میبینی من که دارم برای تو فیلم رو ضبط میکنم سال 97، یادت میمونه سال 97 مقاری کی فیلم رو ضبط میکنه؟ سال 97. یه 97 بذار تو ذهنت بمونه، بگو خب یکیشون 97 بود، اصلا یادم نیکی یکیشون مگه 97 نبود؟ از اون برم بیکربنات برای O2 که نمیشه، بیکربنات برای کیه؟ برای CO2. 70 اونم یادت میمونه دیگه. خب بگو 70%ش، خب 97 قطعا برای O2ه. ای 97ش O2ه، برای هموگلوبین پس O2 3%ش محلول در پلاسماست. حالا اونور دیگه بذار، هم این توش 7 داره هم این توش 7 داره. 97 و 3% برای O2، 7% و 70% برای CO2 و 23% هم با هموگلوبین هست. و آخرین نکته دیگه بچه، آها اینم بگم حیفم میاد، هموگلوبین 4 رشته پلیپپتیدش که بچه بهتون گفتم دو نوعن، چون دو به دو میبینی شبیه به هم، ولی 4 تان و به هر کدومشون بچه که بخش غیر پروتئینی هم آهن فلان اتم آهن واکنش میدن داستان اینا. بهتون گفته بودم محل اتصال O2 و مونوکسید کربن یه جا بودن ولی CO2 یه جا نبودن. و کربن آنیدراز هم بگم دیگه دعاتون کنم. کربن آنیدراز چیکار میکرد؟ آقا تو گلبول قرمز میومد O2 CO2 آب و هم واکنش میده، کربن اسید رو میساخت، کربن اسید بعد به سرعت تجزیه میشد، هاش مثبت بیکربنات، هاش مثبت تو هموگلوبین فداکاری میکرد میگرفت، این بود که مانع اسید شدن خون میشد. بعد اینجا بیکربنات تولید شد کجا؟ در گلبول قرمز تولید شد، حالا میاد بیرون و میشه بیکربنات که میره که بره در نزدیکی هوبک اونجا CO2 شون رو بره. خیلی مخلصیم.